پودر خمیر ترش داریم به میزان 1 قاشق مربا خوری. آب ولرم داریم 1 دوم پیمانه. شکر 2 قاشق سوپ خوری. تخم مرغ 1 عدد. آرد سفید 1 و نیم پیمانه. آرد گندم 1 دوم پیمانه. نمک 1 چهارم قاشق چایخوری. بهبود دهنده 1 سوم قاشق چایخوری. روغن مایع 1 چهارم پیمانه. خمیر مایع تر 150 گرم. پودر نارگیل به میزان کافی. کره کرهشو ببخشید من یه لحظه خواهم شاهی جانه. کره 3 قاشق حدود 1 و نیم قاشق سوپ خوری فراموش کردم بله. و عسل هم حدود 2 قاشق سوپ خوری. مواد زیاده بله. اندازه پودر نارگیلش هم 1 دوم پیمانه بود که حالا دوستان باز اگر بخوان یه ذره کم بیشترش بکنن بیشتر از اینم بخوان میتونن. این در واقع نونی که دارم آموزش میدم نون مغزدار هست که دوستان با انواع مغزها مثل مغز گردو، حالا مغز پسته و انواع مغزهای دیگه بادوم زمینی که دوست داشته باشن میتونن از بر داخلش استفاده بکنن. حتی از شکلات و کشمش هم میتونن بر پر کردن مغزش استفاده بکنن. خب طرز تهیه‌اش به این صورتی که ما پودر خمیر ترش داریم، آب ولرم داریم، آبی که دماش بنزه دمای بدنمون باشه یا حدود بین 38 تا 43 درجه سانتیگراد و شکر که 2 قاشق سوپخوری شکر بود که از این 2 قاشق سوپخوری 1 قاشق چایخوری از این شکر رو ما برمی‌داریم با آب ولرم و پودر خمیر ترش این 3 تا رو با هم مخلوط می‌کنیم توی محیط گرم. ببینید الان گاز روشنه، من نزدیک حرارت قرار دادم. یه 5-6 دقیقه که بگذره من اینو از قبل آماده کردم. این مایه روش پف می‌کنه میاد بالا، حجمش زیاد میشه. که حالا از قبل اینو من آماده کردم. یه مایه خمیر تر هم تو این دستور ما داریم. که دوستان اینجا میگفتن این چیه چرا 2 تا مایه خمیره. اکثر نونهایی که آموزش داده میشه یا حالا دوستان دستورشو میگیرن یا درست میکنن درسته توی تمام خمیرهای حجیم و نیمه حجیم از پودر خمیر ترش یا مایه خمیر استفاده میشه. توی این نونهایی که معمولا من خودم درست میکنم هم از پودر خمیر ترش ریز که خشکست استفاده میکنم که هم مستقیم توی آرد میشه استفاده کرد و همین که به این صورت عمل بیاریم. وقتی عمل میاریم از سالم بودنش دقیقاً مطمئن میشیم که این فعالیت میکنه و حجم پیدا میکنه و کف میکنه روش. علاوه بر این پودر خمیر ترشی که داریم از مایه خمیر تازه، مایه خمیر حالت طبعاً صنعتیش به صورت کره مانند هستش، مایه خمیر مایه نرمه ولی چون دسترسیش تو بازار خیلی راحت نیست حالا اون مدل رو نمیتونیم استفاده بکنیم. از همین مایه خمیرهایی که نونوایی ها دارن بله یه چونه میگیریم. یه چونش مثلا حدود 500 گرمه که برای این مقدار حدود 1 چهارم مواد مایه خمیر بله در واقع ترشه‌ای هستش که از نونوایی دوستان میتونن تهیه کنن. حتی میتونن تو فریزرشون نگهداری بکنن و به موقعش بذارن بیرون، یخش که باز بشه میتونن به راحتی داخل نونهاشون استفاده کنن. یه مزیتی که استفاده از خمیر مایه تازه تر داره اینه که ماندگاری نونها رو خیلی بالاتر میبره. نون میبینیم ما تو خونه وقتی نون میپزیم بلافاصله 1 روز میمونه سریع بیات میشه. با اون نونی که توی نونوایی‌ها یا توی حالا مرکز فروش هستش میخریم از بیرون یه مقدار فرق میکنه ولی به این روش خیلی ماندگارتر و پوکتر و حجیمتر میشه. من متاسفانه همیشه کاسه بزرگی که آورده بودم خمیرم باهاش بگیرم شکست. میخواستم تو قابلمه به من بدم ولی خب فکر کردم تو همین تو مراحل کار رو انجام میدم چون خمیر آماده من آوردم. خب اینم یه مقدار زمان میبره چون هوا این مقدار اینجا سرده ولی خب من انجام میدم. ما 2 تا آرد داشتیم اینجا، آرد سفید داریم و آرد گندم. آرد گندم منظور همون آردی هستش که یه مقدار خیلی کمی سبوس داشته باشه. مثل آرد سنگک. آرد سنگک برای این نون مناسب نیست. مثل آرد بربری، آرد نون فانتزی. مجموع آرد این نون ما 2 پیمانه بود که 1 و نیم پیمانش همون آرد سفید مخصوص شیرینی پزی هست. 1 دوم پیمانش به خاطر اینکه کیفیت نونمون بالا بره ما از آرد گندم استفاده کردیم. خب ما این آردامون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. مواد خشکمون کلا با هم باید مخلوط بشه. بهبود دهنده داریم، نمک داریم که بهبود دهنده برای همون بالا بردن کیفیت نونها هستش. اینا رو با هم دیگه مخلوطش میکنیم. بعد داخل ظرفمون که میخوایم خمیرمون رو بگیریم میریزیم. وسط آرد رو کاملا گودش میکنیم. مایه خمیر تری که داشتیم میریزیم وسط این گودی. میپرسن آرد سپید و آرد گندم چه فرقی با هم داره؟ ببین هر دو تا آردا اصلا از گندم استخراج میشه. آرد سفید آردی هستش که خیلی ضعیفه، برای به درد کیک‌ها و شیرینی‌ها، شیرینی‌های خشک اینا هست، مناسب هستش و دقیقاً از مغز دانه گندم استخراج میشه. آردش خیلی ضعیفه، گلوتنش خیلی پایینه، ولی آرد گندمی که عرض کردم همون آردی هستش که یه درصدی سبوس داره، سبوس بیشتری داره. در واقع آرد سفید اصلا سبوس نداره، ولی آرد گندم که میگیم حالا مخصوص نونوایی ها هست، نون بربری اینا یه مقداری سبوس داره. بسیار خوب. یه تخم مرغ داریم اینجا. من تخم مرغ رو با شکر با همزن کاملا میزنم تا سفید و کرمانند بشه. یه مقدار بیشتر لازم هستش که ما این تخم مرغمون رو بزنیم. یکم حجمش زیاد شد و پف کرد، کافی هست. خب ما یه خمیر عمل اومدمون رو می‌ریزیم دقیقاً داخل این گودیمون. البته کاسه من الان کوچیکه، خب همیشه کاملا آردو گرفته، ولی خب از این آردی که اینجا داریم از گوشه ها، چون کاسه بزرگتر باشه آرد بیشتری کنارها پخش میشه، یکم میپاشیم از بغل روی مایه خمیرمون، یه 5 دقیقه استراحت میدیم. این یه مقدار عملیات پیش خمیر آماده بشه، انجام بشه، پیش خمیرمون آماده بشه. کاملا مشخصه بعد از این 5 دقیقه که میگذره روی آرد کاملا ترک میخوره، نشون میده که کاملا این مخمرها دارن کارشون رو انجام میدن. بعد از این مدت که گذشت ما تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم، تخم مرغ زده شده رو دیگه با قاشق، اولش با قاشق ما این ترکیب رو با هم دیگه با قاشق مخلوطش میکنیم. وقتی که آرد به خورده چه کار سختی هم خانم انجام میدین؟ بله، مخصوصا اگه برای ظرف کوچیک باشه. بله. خب به هر حال ما باید این خمیر رو از داخل کاسه در بیاریم بیرون و روی سطح صاف ورزش بدیم. خب برای اولش دقیقاً خیلی و یه مقدار که مواد رو مخلوط کردیم، روغن مایه رو بلافاصله از اول بهش اضافه نکردم، چون روغن مانع فعالیت اینا میشه. بعد از اینکه یه مقدار اینا همش زدم، هر نونی خواهم همیشه رومال داره که رومال ها همه برای همه نونا مشترکه، همون زرده تخم مرغ، یک کوچولو آرده و یکم زعفرون میتونن توش بزنن که من خب رومالش رو آماده کردم آوردم. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. خمیرمون رو بعد از اینکه گرفتیم خب کاملا یه بار مرور بکنم که بله. ما پودر خمیر ترشمون رو که پودر خمیر ترش ریز و خشک هست با 1/2 پیمانه آب و 1 قاشق چایخوری از اون 2 قاشق سوپخوری شکری که داشتیم با هم مخلوطش می‌کنیم، توی فضای گرم، محیط گرم می‌ذاریم تا مایه خمیر ما عمل کنه. بعد آردامون که آرد سفید و آرد گندم بود، منظور از آرد گندم، چون آرد سفید هر جفتشون از گندم استخراج شده، ولی آرد اون 1/2 پیمان آرد گندمی که گفتم آرد سبوسدار، حالا منظور همون آرد نان بربری یا نان فانتزی هست، با 1.5 پیمان آرد سفید، هم آرد سفید مخصوص شیرینی پزی که هم بسته‌بندیاش تو بازار هست، هم به صورت باز به فروش میرسه. ما این دوتا آردامون رو با هم مخلوط میکنیم، نمک بهبود دهنده بهش اضافه میشه، وسط آردمون رو گود میکنیم. بعد یه دونه تخم مرغ که داشتیم با مابقی شکری که داشتیم با همزم میزنیم تا کاملا سفید و پوک بشه. مایعاتمون رو که همون مایه خمیر عمل اومده، مایه خمیر تر و تخم مرغ زده شده هست، اون قسمت گودی آردمون که باز کرده بودیم اضافه میکنیم و با قاشق کم کم هم میزنیم. یه مقدار آرد که روی مایه که مایعاتی که وسط این گودی هست می‌ریزیم، 5 دقیقه صبر می‌کنیم، بهتر که پیش خمیر ما آماده بشه. بعد با قاشق که هم زدیم رقماییمون رو بهش اضافه میکنیم و خمیرمون رو دیگه 7-8 دقیقه کاملا ورزش میدیم. فقط ورز دادن خمیر خیلی مهمه. دوستان دقت بکنن هیچ وقت انگشتاشون رو توی مغز خمیر داخل خمیر نبرن، چون باعث میشه خمیر خیلی چسبناک بشه. ضمن اینکه میانه حرفتون پرسیدن چرا خمیر به دست میچسبه؟ به خاطر اینکه اولش خمیر کلا همه خمیرها چسبناکه و اینم تاکید کنم که میزان آردی که داده بودیم کاملا دقیقه. آرد خیلی زیادی نمیخواد. ما چسبندگی خمیر رو با ورز دادن، با مالش دادن، ببینید با استفاده از کف دستمون یا پاشنه دست به اصطلاح میگن توی نانوایی، این خمیرمون رو ما به این صورت ورزش میدیم روی سطح صاف. یعنی من همین نکته که حالا خیلی برام مهم نبود که حالا کاسه واقعا کاسه من اینجا شکست بود مجبور شدم تو کاسه کوچیک‌تر درست بکنم، منظورم مخلوط کردن مواد بود. بعد از اون دیگه خمیر رو درآوردم و با یه مقدار آرد پاشی خیلی کم، یعنی ببینید شاید آردی که لازمه ما به خورد خمیر بدیم شاید حدود یه قاشق سوپخوری بیشتر نمیشه. خمیر رو مالش میدیم با کف دستمون روی سطح کارمون، یا اینکه از رو خمیر رو میدیم به زیر. هیچ وقت دستمون رو پنجه هامون رو توی خمیر نمیدازیم که چسبندگی پیدا بکنه. چسب خمیر رو ما با ورز دادن میگیریم. بعد از اون داخل کاسه که یه مقداری آرد پاشی کرده بودیم به استفاده 4 دقیقه‌ای درستش. بله. خمیر رو میذاریم نیم ساعت روش یه پارچه تمیز میاندازیم تو محیط گرم، نیم ساعت استراحت میدیم تا حجم خمیر ما 2 برابر بشه. این خمیری که من الان آورده بودم کاملا کاسه منو پر کرده بود. دوباره هر خمیری رو میخوایم فرمش بدیم باید ما اینو دوباره یک بار یه چند دقیقه ورز بدیم. خب خمیر رو بعد از اینکه به این صورت آماده شد ورز دادیم، خمیر کاملا سبک میشه. با یه کاردک ما خمیرمون رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم با همون ابزاری که برای گرفتن چانه هستش، چانه های نون هست. تقریبا 8 تا نون 75 گرمی از این مقدار خمیری که آماده شده ما میتونیم درست بکنیم. هر کدوم از این چونه ها رو برمیداریم تو دستمون گرد میکنیم. البته فرمی که دوستان میخوان به نوناشون بدن دیگه اختیاری سلیقه‌ای هر مدل. من یا مدل ساده که حالا مثل بخچه پیچیده میشه، خمیر رو به صورت یه مستطیل 10 در 8 سانتی متر باز میکنیم. از مواد میانی که اینجا داشتیم پودر نارگیل داشتیم 1/2 پیمانه، کره آب شده 1.5 قاشق سوپخوری و 2 تا قاشق سوپخوری هم ما عسل داشتیم. اینجا عسلم به این اضافه میکنم. حالا اول برنامه عرض کردم که دوستان هر مغزی که دلشون بخواد دوست داشته باشن، حتی از کشمش، گردو، شکلات‌های چیپسی، شکلات رنده شده و یا برعکس. سبزیجات چی؟ سبزیجات مگر اینکه شکرش رو حذف کنن. این نون چون 2 تا قاشق سوپخوری تو شکر داره یه مقدار شیرینه، ولی دقیقاً به راحتی بله خواهم شد اگر شکر رو حذف بکنن خیلی نون خیلی خوبیه برای استفاده توی غذاهاشون. بله. خب یه مغز خمیری به وجود میاد اینجا در سر ترکیب عسل. ما یک کم میتونیم اینو حالت میله شکل، البته من چون دستکش دارم دیگه تو خونم خانم‌ها دستاشون کاملا تمیزه، به صورت میله میتونیم تو دستمون حالت میله‌ای درست بکنیم. میذاریم وسط خمیر، 2 طرف خمیر رو میاریم روی هم دیگه. من گفتم به خانم صرافا بگید خیلی 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 دوستش داریم اما حتما نان پیتزای رستوران رو یاد بدن. یعنی این اما داره دیگه این دوست داشتنش. خواهش می‌کنم، منم دوستشون دارم همه دوستان خوب بیننده رو. خب دیگه چی؟ انجام وظیفه می‌کنم. خواهش می‌کنم. به این صورت نون رو حالت بخچه‌ای من پیچیدم. میتونیم یه مدل دیگه هم بپیچیم حالت پنجه‌ای که خمیر رو به صورت بازم مستطیل بازش میکنیم. خان میتونید بگید هر قاشق مربا خوری و یا هر قاشق چای خوری هر کدام معادل چند گرمه؟ یه قاشق مربا خوری معادل 7.5 گرم مواد خشکمونه و یه قاشق چای خوری دقیقاً معادل 5 گرم. قاشق سوپخوری هم که همون اندازه‌گیری معادل 10 گرم مواد خشک و 15 میلی لیتر مایعاتمون است. 2 دقیقه حاضر میشه دیگه. بله. خب یه مقدار از این مواد رو ما میذاریم وسط این مایمون خمیرمون و تاش میکنیم. میتونیم با یه مقدار آب یا سفیده تخم مرغ ما اینو به هم وصلش بکنیم. بله، بعد با یه قیچی میتونیم ما اینو قیچی کنیم یا با یه کارت، فرقی نمیکنه به این صورت. بعد داخل سینیمون قرار بدیم. میگن نارگیل به گرم بگین. نارگیل حدود 1/2 پیمانه، تقریبا معادل 80 گرم. بله. به این صورت میتونیم ما اینو فرمش بدیم. بعد از اینکه نونامونو حالا به هر فرم دلخواهی که دوست داشتیم، حتما نونا داخل سینی با فاصله باشه، سینی که چرب شده. فرمون رو از 1 رو 20 دقیقه قبل روشن میکنیم، رو دمای 200 درجه سانتیگراد. یه ظرف آب قسمت کف فرمون میذاریم که حمام بخار ایجاد بشه، کاملا داغ بشه. روی نون هامون رو ما رومال میزنیم. رومالم که عرض کردم زرده تخم مرغ، زعفرونه، 1/2 قاشق چایخوری آرد. میتونن یکم پودر قندم بهش اضافه بکنن. بعد از مالیدن رومال روی نوناشون رو دوستان میتونن از همون مغزی که داخل نون قرار دادن بریزن روش، خلال با و بله سیاه دونه و حالا هر چیزی که بله دوست داشت.